بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر، به یک بسته یه تازه یه خبری از دری میدیا خوش آمدید. از ولایت کنر خبر میرسد که طالبان افغان و نیروهای پاکستانی به شدت درگیر شدن. الله اکبر. همزمان با این، وزارت انرژی و آب طالبان از امضای قرارداد جهت ایجاد 3 پروژه تولید برق خورشیدی در کشور خبر داده است. گاواتو دی برق دی معدن په مقابل کې احکام اخیستې دي، دوی هم دې صحنه ترا مختصی دي. همچنین امیرخان متقی گفته است که داعش از سوی شماری از کشورهای منطقه حمایت و تجهیز می شوند. در همین حال یک ملا امام در پروان تیرباران شده و یک فرد ملکی در کاپیسا توسط کوچی ها کشته شده است. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. برخی از منابع مدعیان که نیروهای طالبان افغان و نظامیان پاکستانی با یکدیگر درگیر شدند، با گفته منابع این درگیری عصر روز گذشته پنجشنبه 18 جولای سال روان در منطقه سرکانوی ولایت کنر صورت گرفته است. گفته می شود که این نبرد چندین ساعت ادامه یافته و بسیار شدید بوده است. شماری از کاربران طالبان در شبکه‌های اجتماعی نیز وقوع درگیری را تایید می کنند، اما در مورد میزان تلفات و خسارت‌های برخواسته از آن چیزی نمی گویند. برخی از منابع مدعیان که نیروهای تی تی پی نیز با نظامیان پاکستانی درگیر شدن، این حمله پس از آن صورت گرفته است که مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که طالبان افغان از طالبان پاکستانی حمایت می کنند. با تازگی رسانه‌های نزدیک به استخبارات پاکستان با نشر تصاویری گفتند که در کنار عثمان الله کامران، یک عضو طالبان افغان، فضل عمر نیز به عنوان دومین افغان عامل حمله اخیر به پایگاه نظامی پاکستان در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا شناسایی شده است. مقامات پاکستانی میگویند که حمله اخیر بر پایگاه نظامی پاکستان را جنگجویان حافظ گل بهادر انجام دادند که به گفته ارتش پاکستان مقر آنها در افغانستان است. جنگجویان حافظ گل بهادر روز دوشنبه به یک پایگاه نظامی در بنو حمله کردند و طی چندین ساعت درگیری با نیروهای پاکستانی 8 نفر آنها را کشتند و به گفته ارتش پاکستان 10 تن از نیروهای حافظ گل بهادر نیز کشته شدند. طالبان افغان اما هر نوع حمایت از طالبان پاکستانی را رد کرده و بارها گفتند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. افغانستان در چه دپار خطر ندی؟ افغانستان در چه دپار ضرر ندی؟ طالبان افغان و مقامات ارشد آنان بارها گفتند که ضعف پاکستان و افزایش درگیری ناشی از مشکلات داخلی پاکستان است و نیروهای طالبان افغان در آن نقشی ندارند. این موضوع به تازگی از سوی امیرخان متقی و پیش از این از سوی ملا یعقوب مجاهد و ذبیح الله مجاهد و چندین مقام ارشد دیگر آنان نیز مطرح شده بود. طالبان میگوید که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. چه حمایت کوده جنگ مبارک او نه د افغانستان خاوره د چاپ ضد استفاده ته پرېدو. دا زموږ ستراتیژي ده، دا باید دوی دقیقه ومني. با نه جوړي ونه کی
در همین حال امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان مدعی شده که مراکز داعش در کشورهای منطقه وجود دارد و باید نابود شوند. متقی این اظهارات را روز پنجشنبه 28 سرطان در جریان یک سخنرانی در کابل مطرح کرده است. متقی در این سخنرانی مدعی شده است که پایگاه‌های داعش در کشورهای منطقه وجود دارد و جهان باید در نابودی این گروه اقدام جدی روی دست گیرد. وزیر خارجه طالبان مدعی شده است که طراحان رویدادهای امنیتی افغانستان در خارج از کشور هستند. این مقام طالبان همچنان افزوده که چندین عضو داعش که قصد خونریزی در مراسم محرم را داشتند بازداشت شدند. او برگزاری مراسم عاشورا را موفقیت آمیز دانسته و آن را یک دستاورد بزرگ عنوان کرده است. همزمان با این، وزارت انرژی و آب طالبان سه پروژه تولید برق خورشیدی را به ارزش 25 میلیون دلار با یک شرکت خصوصی امضا کرده است. این وزارت روز پنجشنبه 28 سرطان خبر داده که سه پروژه تولید برق خورشیدی را برای ولایت‌های پکتیکا، فرا و اروزگان با یک شرکت خصوصی امضا کرده است. عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب طالبان در جریان امضای این قرارداد گفته که قرار است 8 مگاوات برق در این توافقنامه از منابع خورشیدی تولید شود و به گفته طالبان 5000 خانواده از برق تولید شده این پروژه ها مستفید خواهند شد. از سوی هم منابع محلی در کاپیسا میگویند که یک مرد میانسال زیر شکنجه کوچی‌ها در این ولایت جان باخته است. با گفته منابع این رویداد عصر روز چهارشنبه 27 سرطان در روستای دورنامه در مربوطات ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا رخ داده است. با گفته منابع این فرد لعل‌الدین نام داشت و پس از درگیری لفظی با کوچی‌ها به شکل بی‌رحمانه‌ای به قتل رسیده است. منابع تاکید کردند که کوچی‌ها در کاپیسا همواره باشندگان بومی را مورد آزار و اذیت قرار داده و حتی تهدید به مرگ می‌کنند. همزمان با این، منابع محلی در پروان از قتل مشکوک امام یک مسجد در این ولایت خبر می‌دهند. با گفته منابع این حادثه شب چهارشنبه 27 سرطان در روستای نصرالله خیل رخ داده است. منابع از این شخص به نام قاری محمود یاد کرده و می‌افزایند که او هنگام برگشت از خانه خسرش بر رگبار بسته شده است. طالبان اما تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. دوستان گرامی، با پایان این بسته خبری رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.